درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. زندگی پر از بالا و پایینه، گاهی موفق هستیم و گاهی بازنده. لحظات خوب و بد داره، ولی گاهی سختی ها زیاد میشه و جونی ما رو زمین میزنه که احساس میکنیم دیگه نمیتونیم بلند بشیم. خبر خوب اینه که هیچ موقعیت سختی تا ابد باقی نمیمونه، ولی تا اون موقع اگه شما دائما احساس خستگی و ناراحتی میکنید، اصلا خوابتون نبره یا زیاد میخوابید، ممکنه به خستگی روحی و ذهنی دچار شده باشید. شش نشانه که شما از نظر روحی و ذهنی خسته هستید. برای دیدن این ویدیو با من رکسانه افشار همراه شوید. شما به راحتی با چیزهای خیلی کوچیک آزرده میشید. اگه فقط به خاطر جا گذاشتن کارت بانکی در مغازه کل روز شما نابود میشه، یا فقط به خاطر گستاخی یک نفر از رفتن به محل کار یا مدرسه خودداری میکنید، احتمالاً به خاطر حساسیت بالای شما نیست. به این خاطر است که مسائل زیادی در مغز شما تلمبار شده و فقط یک مقدار جزئی دیگه میتونن شما رو منفجر کنند. شما هیچ انگیزه ای ندارید. وقتی از نظر روحی خسته ایم، هیچ دلیلی برای انجام کارها پیدا نمی کنیم. حتی کارهای ساده بر ما کمرشکن به نظر می رسند. به این به خاطر این هستش که وجود شما برای مدت طولانی نادیده گرفته شده. شما همیشه خسته هستید. وقتی روح ذهن ما خسته باشن، سرانجام جسممون هم درگیر خواهد شد. دیگر در باشگاه خوب کار نمی کنید و بعد از انجام یک کار کوچک احساس گیجی به شما دست میده و دیگر بازده سابق رو ندارید. اینها نشانه که خستگی شماست که به زودی منجر به بدبینی، بی‌تفاوتی و منفی بافی می شود. بعدتر از همه اینها ممکنه احساس بدن‌درد یا دل‌درد پیدا کنید یا متوجه تغییرات در اشتهاتون بشید که البته هیچ دلیل پزشکی برای اونها پیدا نمی کنید. بیماری های شما زیاد میشند. سیستم ایمنی بدن ما ضعیف میشه وقتی دچار استرس میشیم. بر اساس تحقیقات، زمانی که استرس دارید بیشتر در معرض آنفولانزا، عفونت و سرماخوردگی قرار میگیرید. شما به بیخوابی مبتلا شدید. شما به محل کارتون رفتین، تمام وظایف خودتون رو انجام دادید و تمام کارهاتون رو تموم کردین. در کنار همه اینها شکست عشقی هم خوردید و فکر میکنید بعد از چند روز خسته کننده باید به راحتی خوابتون بره، اما خوابتون نمیبره. با توجه به نتایج تحقیقات، افسردگی و استراب باعث میشن که ذهن شما درگیر ترس و نگرانی باشد، حتی در طول شب و زمانی که هیچ کاری انجام نمیدید. وقتی ما میخوابیم، ذهن ما شروع به سمزدایی میکنه، درک ما رو بالا میبره و خلاقیت رو افزایش میده. متاسفانه وقتی ما نمیخوابیم، مخصوصا زمانی که دوران سختی رو میگذرونیم، حسای منفی ما بزرگتر جلوه میکند و حتی باعث بیخوابی بیشتر ما میشند. احساس کرختی میکنید. آیا پیش اومده که مسئله مهمی مثل برنامه کاریتون را فراموش کنید؟ آیا کمتر از سابق میخندید؟ حتی موقع سریال کمدی مورد علاقتون؟ یا اینکه آیا بیش از حد معمول میخوابید؟ وقتی ما از ناراحتی روحی یا ذهنی رنج میبریم، چیزایی که برامون مهم بودن یا از اونها لذت میبردیم دیگه برامون مهم نیستند. ولی چرا ما گاهی اینطور احساس کرختی میکنیم؟ تحقیقات میگه هورمون استرس بدن ما رو در خودش غرق میکنه و منجر به واکنش‌های مختلفی میشه که میتونه باعث بی‌تفاوتی ما بشه و بخشی که در مغز مسئول کنترل عواطف ماست، تحت تاثیر این هورمون کارای خودش رو از دست میده. آیا هیچ یک از این نشانه ها رو تجربه کرده این؟ آیا فکر میکنید که درگیر اختلال خستگی روحی و ذهنی شدید؟ حتما برای ما کامنت کنید و بدونید مهم نیست در حال حاضر چقدر آشفته هستید. درد پایدار نیست.